سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. امروز 10 دسامبر 2019 هست که در خدمتون هستم با موضوعی که از قبل خدمتون اعلام کرده بودم که میخوام امروز مختصری راجبش صحبت بکنیم. چرا بعضی از آدم ها دوست داشتن رو بلد نیستند؟ امروز راجب این موضوع میخوام صحبت بکنیم، چیزی که خیلی از اوقات چالش هایی رو توی روابط ایجاد میکنه و خیلی از باعث میشه که خیلی از زوجها به ما مراجعه داشته باشن و مسائلی رو توی روابط عاطفی تجربه بکنن. جلسات گذشته که با هم صحبت میکردیم در این مورد صحبت شد که همینطور که بیان نکردن خشم میتونه که فرسودگی هایی رو توی رابطه ایجاد بکنه و مشکلاتی رو ایجاد بکنه، در عین حال حالا اثرات این مسئله رو با هم صحبت کردیم، ولی امروز میخوام بگیم که علاوه بر این که بیان نکردن خشم، صحبت نکردن از ناراحتی ها و عصبانیت ها توی رابطه ممکنه که فرسایش هایی رو توی رابطه به وجود بیاره، ابراز نکردن عشق و محبت هم میتونه رابطه رو تبدیل بکنه به یک رابطه پژمرده، به یک رابطه تلخ. در واقع بنابراین ابراز محبت یکی از مهمترین و اساسی ترین عناصری هست که توی رابطه عاطفی مطرح میشه. اصولا این که ابراز محبت فقط توی یک رابطه در زمان حال رابطه بتونه به رابطه کمک بکنه، فقط اینطور نیست. ما میدونیم که خیلی وقتها یک رابطه دچار یک نوسانات و کشمکش هایی خواهد شد. با هم صحبت کردیم، گفتیم که امکان نداره که رابطه ای وجود داشته باشه که ما بگیم درش هیچ کشمکشی نیست، هیچ مشکلی وجود نداره، زوجها با هم دعوا نمی کنند، دچار اختلاف نظر نمیشن. از اونجایی که یک رابطه نرمال قطعا دچار یک چنین بخش هایی میشه، دچار این موارد میشه، قطعا این نوسانات نیازمند این هست که یه تعادلی رو هم دوباره ما به رابطه برگردونیم و یکی از چیزهایی که میتونه این تعادل رو به رابطه برگردونه ابراز محبت، ابراز عشق و علاقه خواهد بود. در واقع داریم این رو میبینیم که وقتی یک رابطه دچار کشمکش میشه، این پایه های رابطه هست که به وسیله عشق و محبتی که بین دوتا فرد وجود داره میتونه از همپاشیدگی رابطه جلوگیری بکنه و دقیقا داریم میبینیم روابطی که درش در این مورد امساک میشه، افراد یا بلد نیستن یا خیلی قید و بند دارن برای بیان احساساتشون توی رابطه، میبینیم که با کوچکترین تلنگری رابطه ممکنه که دچار از هم پاشیدگی بشه. افرادی که براشون سخت هست ابراز محبت، ابراز عشق به دیگران، در واقع افرادی هستند که این تصور رو دارن که اگر عشق رو به دیگری ابراز بکنن ظرف عشق خودشون خالی میشه و از احساس عشقی که در خودشون تجربه میکنن ممکنه که کم بشه. معمولا زندگی با این آدم ها احساس ناامیدی، احساس حقارت و احساس خشم رو برای دیگران برمغان میاره. معمولا پارتنر این افراد با این احساس ها دائما در حال کلنجار رفتن هستن. خب ما فقط توی رابطه، توی یک رابطه نرمال، توی رابطه عادی در واقع ابراز عشق و محبت رو نداریم. احساس های مختلفی توی رابطه وجود داره. احساس خشم هست، ناکامی هست، اضطراب هست. در واقع میتونیم بگیم که توی یک رابطه متعادل ما مجموعه ای از این احساس ها رو داریم.
بنابراین خیلی وقتها وقتی که زوجها احساسهای خشم خودشون رو توی رابطه نشون میدن، احساسهای منفی خودشون رو توی رابطه نشون میدن، یک قانون همه یا هیچ ممکنه که برای افراد وجود داشته باشه که حالا که این احساس رو یکی از اونها توی رابطه ایجاد کرده، بنابراین باید نگران این بشه که ترک بشه، طرد بشه، دوست نداشتنی به نظر بیاد. و خیلی وقتها وجود احساسهای مثبتی مثل محبت کردن، توجه کردن میتونه این تعادل رو دوباره به رابطه برگردونه و این قانون همه یا هیچ که ممکنه خیلی از افراد بهش معتقد باشن توی رابطه و فکر بکنن که با یک احساس منفی رابطه از هم پاشیده خواهد شد رو بتونه جلوش رو بگیره. خب این فقط نیستش که بعد از یک دعوا، بعد از یک اختلاف نظر شدید ما نیاز داشته باشیم به ابراز علاقه، ابراز محبت. ما برای اینکه تعادل رابطه رو بتونیم حفظ بکنیم، همیشه و در همه جا نیاز داریم به این ابراز علاقه و ابراز احساس‌های مثبت و در واقع نوازش‌های کلامی که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم. خب نوازش های کلامی به طرق مختلفی میتونه اتفاق بیفته، اما خب قبل از اون میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم. خیلی وقتا زوجا مراجعه میکنن پیش ما و صحبت هایی رو مطرح میکنن، فکر میکنن توی صحبت هاشون این قضیه دقیقا وجود داره که فکر میکنن که اگر از همسرشون تشکر بکنن، در واقع دارن یک صمیمیت عاطفی رو با همسرشون نشون میدن، یا فکر میکنن که مثلا اگر یک نگاه عاشقانه یا یک نگاه جنسی به همسرشون داشته باشن، اون وقت هست که گرمای عاطفی رو وارد رابطه میکنن، صمیمیت رو وارد رابطه میکنن. و خیلی وقتا به ما میگن که حالا لازم نیست که اینقدر راجع به احساسهای مثبتمون نسبت به همسرمون صحبت بکنین، اون خودش میدونه، اون خودش متوجه میشه. خب وقتی چنین چیزهایی رو از یک فردی توی یک رابطه مشترک میشنویم، در واقع با یه فردی روبرو هستیم که برای ابراز احساس و ابراز عشق توی رابطه مشترک دچار قیده، یعنی براش راحت نیست و معمولا هم این آدم ها دوست داشتن رو بلد نیستن. اون چه که پارتنر این آدم ها معمولا تجربه میکنه یک احساس ناکامی شدید هست و حس میکنه که اون چیزی رو که میخواد معمولا از این آدم نمیتونه بشنوه، که خب میتونه رابطه رو گاهی وقت و با کش و قوس های همراه بکنه. ما توی رابطه در واقع از یک دلبستگی عاطفی صحبت میکنیم و وقتی از یک دلبستگی عاطفی صحبت میکنیم، فراتر از کمیت صحبت میکنیم، داریم صحبت میکنیم از یک کیفیت رابطه عاطفی. و اون چه که کیفیت رابطه عاطفی رو رقم میزنه قطعا ابراز عشق و محبت و نوازش های کلامی توی رابطه است. بنابراین ما نیاز داریم به این که چنین چیزهایی رو توی رابطه داشته باشیم. خب یه سری شیوه هایی وجود داره برای نوازش کلامی که قطعا باید یاد بگیریم که به چه صورت هست، چه چیزی هست و چطور ازش استفاده بکنیم. یکی از روش های نوازش کلامی قدردانی هست. ما قدردانی رو برای هر کاری که پارتنرمون برامون انجام میده میتونیم به کار ببریم. اگر که پارتنرمون داره برامون یه سری مناسبت ها رو برامون جشن میگیره، مثلا تولدمون رو برامون جشن میگیره، یا سالگرد ازدواج هست داره جشن میگیره، این که ازش تشکر کنیم، ازش قدردانی بکنیم و بگیم که ممنونیم از این که این کار رو برامون انجام میده، یا اینکه مثلا غذایی رو برامون درست میکنه که میدونه ما دوست داریم، میتونیم ازش قدردانی بکنیم، اینکه داره از احساساتش صحبت میکنه،
و حالا ممکنه که حتی این احساسات منفی باشه و به طریقی داره این احساسات رو راجبش صحبت میکنه که ما دوست داریم، یعنی باش راجبش صحبت کردیم. مثلا اگه داره راجب احساس خشمش صحبت میکنه، اون رو همراه با تحقیر و تهدید مطرح نمیکنه، بلکه همونطور داره راجبش صحبت میکنه که ما دلمون میخواد راجبش ازش خواستیم که اینطور صحبت بکنه. قطعا میتونیم توی این مرحله ازش قدردانی بکنیم. یا کاری رو انجام میده با اینکه دوست نداره اون کار رو انجام بده، ولی برای اینکه ما رو خوشحال بکنه داره این کار رو انجام میده. و اصولا هر کاری که کمک میکنه که به عمق رابطه بپردازه و رابطه رو عمیق‌تر بکنه و اون داره این کار رو انجام میده برای همین مسئله، اصولا جای قدردانی درش وجود داره. خب پس قدردانی یکی از روش‌های نوازش کلامی میتونه باشه. یکی دیگه از روش‌های نوازش کلامی تحسین هست. تحسین میتونه در مورد یک خصوصیت خاص توی یک شرایط خاص صورت بگیره. حتما لازم نیستش که تحسین به صورت قطعی باشه، یا حتما لازم نیست که ما مجموعه یک فرد رو تحسین بکنیم. بعضی این تصور رو دارن راجع به تحسین. ممکنه ما یک مهارت یک فرد رو تحسین بکنیم در حالی که خصوصیات دیگه ای از اون فرد رو قبول نداریم، نمیپسندیم. مثلا این که مثلا مهارت آشپزی اون رو تحسین بکنیم، یا مهارت اون رو توی تعمیر کردن مثلا وسیله نقلیه، یا مثلا ابزار برقی، یه سری از این مسائل. در واقع ما وقتی که فردی رو مورد تحسین قرار میدیم، داریم این رو بیان میکنیم که اون توی این مسئله از ما بهتر هست و ما میتونیم از اون یاد بگیریم. یعنی اصولا مسئله یادگیری رو توی رابطه مطرح میکنیم. این مسئله خیلی وقتها برای مردها کار راحتی نیست، یعنی اینکه مردها بخوان توی یک رابطه عاطفی از پارتنر عاطفی خودشون چیزی رو یاد بگیرن خیلی از اوقات براشون راحت نیست. بنابراین خیلی از اوقات توی رابطه وقتی که زوجها مراجعه میکنن، میبینیم که برای مردها تحسین کردن کار راحتی نیست و گاهی وقتا روابط دچار این خلأ میشه و اونها راجع به این مسئله کمی گارد میگیرن، در حالی که تحسین کردن میتونه خیلی وقتها رابطه رو غنی بکنه، رابطه رو در واقع رشد بده و کمک بکنه به پایداری رابطه. یکی دیگه از المانهایی که میتونه جزو نوازش کلامی قرار بگیره تعریف و تمجید هست. خب تعریف و تمجید میتونه باز راجب خصوصیت یک فرد یا مهارت یک فرد صورت بگیره. یه نکته که میخوام خدمتون عرض بکنم راجب تعریف و تمجید که جا داره راجبش فکر بکنیم، این هست که خیلی وقتها وقتی که از کسی تعریف و تمجید میکنیم، حالا به خصوص توی رابطه مشترک این مسئله خیلی دیده میشه، فرد به جای اینکه خوشحال بشه میبینیم که یک واکنش غیر عادی رو ازش میبینیم. مثلا گاهی وقتا میبینیم که خشمگین میشه در مقابل تعریف و تمجید ما، یا افسرده میشه در مقابل تعریف و تمجید ما، خوشحال نمیشه انقدر که ما فکر میکردیم اگر ازش تعریف و تمجید بکنیم خوشحالی رو در اون میبینیم. این خیلی ربط داره به تجربه اون فرد از دوران کودکیش، اینکه چقدر این فرد با والدینش این تجربه تعریف و تمجید رو توی چه شرایطی و به چه شکلی تجربه کرده بسیار اهمیت داره. ممکنه که این افراد والدینی داشتن که والدین پرفکشنیستی بودن، والدین کمالگرایی بودن و به راحتی این تعریف و تمجید رو برای اینها ارائه نمی کردن. یعنی حتما لازم بوده که اونها به یه موفقیتی دست پیدا بکنن تا بتونن این تعریف و تمجید رو از والدینشون دریافت بکنن، و غیر از این
توجهی رو از والدینشون نمی گرفتن. یعنی در واقع این افراد شاید توی یک شرایط کاندیشنال، یک شرایط مشروط این عشق و توجه رو دریافت می کردن که کار رو برای اونها سخت می کنه و باعث میشه که این تصور در اونها شکل بگیره که این دوست داشتنه، این توجهه، این عشقه به خاطر خود اونها نیست، بلکه به خاطر موفقیتی که به دست آوردن. پس وقتی که این عشق رو از کسی میبینن، این توجه رو از کسی میبینن، فکر میکنن که این عشق به دنبال یک انتظار برای اونها مطرح میشه تو رابطه، یعنی اینکه مربوط به خود اونها نیست و فردی که این عشق و محبت رو به اونها میده یک انتظاری از اونها داره، همینطور که والد اونها در دوران کودکی اینطور با اونها برخورد کرد. بنابراین اونها در مقابل این عشق و محبت گارد میگیرن و واکنش نرمالی رو نسبت بهش نشون نمیدن و حتی ممکنه که خودشون هم برای اینکه این احساس و احساسهای مثبت رو ابراز بکنن دچار مسئله باشن. پس خیلی مهمه ببینیم که واقعیت اینه که ابراز تعریف و تمجید به خودی خود مسئله نداره. اینکه اون فرد قبلا چه تجربه هایی رو در این باره داشته بسیار بسیار اهمیت داره در مورد اینکه چطور حالا راجبش بخواد واکنش نشون بده. یکی دیگه از چیزهایی که تو نوازش کلامی مطرح میشه محبت کردنه، که حالا میتونه به صورت نوازش های جسمانی یا حالا بغل کردن و در آغوش گرفتن هم خودش رو نشون بده. و مورد دیگه‌ای که وجود داره سخنان عاشقانه هست که دو نفر در واقع توی یک رابطه مطرح میکنن، میتونه که جزء نوازش های کلامی باشه. حالا این سخنان عاشقانه میتونه خیلی خاص باشه برای اینکه و میتونه که خیلی به پایداری رابطه کمک بکنه، برای اینکه فقط در مورد اون فرد خاص مطرح میشه، بیان میشه، بنابراین میتونه خیلی مورد توجه قرار بگیره و فرد در واقع آرزوی این رو داره که این شرایط، این صحبت ها پایدار باقی بمونه و همیشگی باشه برای اون، و خیلی هم میتونه در واقع پس با توجه به اینا اثر بخش باشه برای فرد. دقت کنیم که اگر ما جزء اون دسته افرادی هستیم که فکر میکنیم که همسرم خودش میدونه که من اون رو دوست دارم، خودش باید بفهمه، از رفتارهای من خودش باید بفهمه، خودش باید بدونه که از نظر من ارزشمنده و لازم نیست که من راجع به این مسئله دائما بگم، قطعا باید اینو بدونیم که هیچ زنی از ابراز نکردن محبت خوشحال نمیشه و هیچ مردی هم از در واقع ابراز نکردن قدردانی شاد نمیشه. بنابراین اگر که ما میخوایم که یک رابطه عاطفی رو پایدار نگه داریم، باید براش تلاش و کوشش کنیم و باید سعی بکنیم که از ابزارهای استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم رابطه رو رشد بدیم و همیشه شکوفا و در حال رشد توی یک مسیر اون رو قرار بدیم. خیلی از افرادی که دوست داشتن رو بلد نیستن با ابزارهای دیگه‌ای از این نوازش‌های کلامی فرار میکنن. مطمئناً آدم‌هایی که سعی میکنن زمانشون رو با دوستاشون بگذرونن، مثلا آدم هایی هستن که به اصطلاح ما بهشون میگیم رفیق باز، یا آدم هایی که خیلی ورکاهالیک هستن، آدم هایی که ساعت های زیادی به اضافه کاری میپردازن بدون توجه به اینکه این چه اثری میتونه روی رابطهشون داشته باشه، یا آدم هایی که یه سری رفتارهای اجتنابی دارن و سعی میکنن که دائما دوری کنن از پارتنر خودشون، قطعا توی رابطه نوازش های کلامی کمی ما مشاهده میکنیم و در واقع این آدم ها
دوست داشتن رو بلد نیستن. حالا اینکه چرا این حالت هست رو حتما راجبش امروز با هم صحبت میکنیم. نکته ای که وجود داره باید دقت داشته باشیم توی یک رابطه زوج، هر دو تا زوج همیشه یک وضعیت خلقی یکسانی ندارن. بعضی وقتا هست که یکی از افراد، یکی از پارتنرها بی‌حوصله است و دیگری خب خیلی انرژی داره و میتونه که ابراز علاقه بکنه، یا یکی از پارتنرها شرایط بدی رو تجربه کرده، مثلا شرایط استرسایی رو تو محیط کار داشته، یا اینکه مثلا توی شرایطی که یکی از پارتنرها خیلی ملایمه و آماده است برای اینکه ابراز محبت بکنه، نوازش کلامی داشته باشه، پارتنر دیگه خیلی عصبانی و غضبناک هستش، که معمولا این حالت نباید به صورت همیشگی باشه. اما گاهی وقتا ما این حالت رو به صورت همیشگی داریم، یعنی یک الگوی پایدار رو توی رابطه مشاهده میکنیم که خیلی آسیبزاست. یک الگوی پایدار آزارگر، آزاررسان رو مشاهده میکنیم که معمولا فرد در واقع آزار دهنده، فردیه که در واقع بازداری میکنه، یعنی سعی نمیکنه که ابراز محبتی داشته باشه، سعی نمیکنه که نوازش کلامی داشته باشه، و فرد مقابل فردی هست که ابراز کلامی داره، ابراز عشق و محبت رو داره، در واقع تبدیل میشه به تنها فردی که دهنده هست توی رابطه، تنها فردی هست که نوازش کلامی رو توی رابطه ایجاد میکنه و همیشه احساس تنبیه شدن رو تجربه میکنه، در حالی که فرد مقابل که امساک میکنه و حاضر نیست که این ابراز کلامی رو داشته باشه، فرد تنبیهگر هست. یک نوع رابطه سادومازوخیستی در واقع، یک نوع رابطه خودآزاری و آزاررسانی هست در واقع. اگه بخوام که به فارسی کلمه ای رو براش قرار بدم، انگار که اون فردی که دائم داره ابراز محبت میکنه، ابراز نوازش کلامی میکنه، یه نوع خودآزاری رو نشون میده بدون اینکه دریافت بکنه، و اون فردی که فقط گیرنده هست آزار رسانی رو توی رابطه داره. خب اگر که ما چنین شرایطی رو باش مواجه باشیم، معمولا پارتنری که دائما دهنده این نوازش کلامی هست، احساس خشم و ناکامی و گاهی وقتا احساس حقارت رو توی رابطه تجربه میکنه که قطعا رابطه خوشایندی براش نخواهد بود. اما چرا این حالت وجود داره؟ خب خیلی از این افرادی که نقش آزارگر رو ایفا میکنن، یعنی نقش فردی که ابراز نوازش کلامی رو ندارند یا خیلی ضعیف دارن، افرادی هستن که آموزشی توی خانواده راجع به این مسئله ندیدن، یعنی هیچ وقت در مورد اونها توسط والدین این رفتار دیده نشده، تجربه نشده، اینکه بهشون نوازش کلامی داده بشه رو تجربه نکردن توی دوران کودکی خودشون، و هیچ وقت هم بین والدین اونها این بدبستان صورت نگرفته، و در نتیجه اونها هیچ وقت شاهد این نوازش های کلامی به هیچ شکلی نبودن. بنابراین نقش آموزش تو این مسئله خیلی اهمیت داره و خیلی از این افراد این مسئله رو توی زندگی خودشون تجربه نکردن. یکی دیگه از چیزهایی که ممکنه این افراد رو به این شکل تبدیل بکنه، یعنی تبدیل بکنه به افرادی که دوست داشتن رو بلد نیستن، این هست که این آدم ها توی رابطه عاطفی معمولا احساس ناامنی میکنن از این که بخوان نوازش کلامی ارائه بدن، از این که بخوان فرد مقابلشون و پارتنر عاطفیشون رو تحسین بکنن، و این تحسین کردن باعث بشه که اون از اونها پیشی بگیره، اونها رو نگران میکنه، ناامن میکنه.
و تمام این احساس ها برمیگرده به اینکه احساس های منفی رو راجع به خودشون تجربه میکنن و بیسش در واقع این هست که اونها در مورد خودشون اون اعتماد لازم رو، اون حس مثبت رو ندارن. بنابراین سعی میکنن که برای اینکه جلوی این احساس ناامنی رو بگیرن، حتی الامکان تحسینی رو ارائه ندن، نوازش کلامی رو ارائه ندن توی رابطه. یکی دیگه از چیزهایی که خیلی وقتا توی افرادی که دوست داشتن رو بلد نیستن میبینیم و از علل اینکه نمیتونن این نوازش کلامی رو در واقع ارائه بدن توی رابطه میتونیم بهش اشاره داشته باشیم، این هست که این افراد توی رابطه عاطفی خودشون دچار ترس هستن و این ترس میتونه که شکلهای مختلفی به خودش بگیره. گاهی وقتا اینها میترسند که در واقع ترک بشن، ترد بشن. ما اینو میدونیم که وقتی فرد به لحاظ عاطفی به پارتنر خودش نزدیک میشه و در واقع نوازش کلامی رو ابراز میکنه و از نظر عاطفی خودش رو اوریان و بیدفاع میکنه، به نوعی آسیب پذیر میشه و معمولا اینها، این افرادی که دوست داشتن رو بلد نیستن، بسیار از این حالت وحشت دارن، برای اینکه خیلی نگران ترد شدن و ترک کردن هستن. بنابراین سعی میکنن که از این حالت دوری کنن و این شرایط رو برای خودشون ایجاد نکنن، توی این شرایط قرار نگیرن. دلیل ترس میتونه چیزهای مختلفی باشه. یکی ترس از ترد شدن و ترک شدن. یکی دیگه از ترس هایی که ممکنه این افراد داشته باشن این هست که خب خیلی نگران اینن که اون خودمختاری خودشون رو توی شرایط عاطفی که دارن خودشون رو در واقع بیان میکنن به لحاظ عاطفی، میترسن که این خودمختاری خودشون رو از دست بدن، میترسن که کنترل بشن. و خیلی از این افراد توی روابط عاطفی که با والدینشون تجربه کردن، این کنترل شدن رو توی شرایط عاطفی تجربه کردن و دلشون نمیخواد که دوباره چنین شرایطی رو تجربه بکنن، بنابراین دائما ازش دوری میکنن. ما خیلی میبینیم توی این آدم ها که فکر میکنن دوست داشتن مساوی با تموم شدن خود هست به نوعی. حالا این یه اصطلاحیه که با کار برده میشه. بنابراین سعی میکنن که اون چی که نشانی از دوست داشتن داره رو توی رابطه وارد نکنن. یکی دیگه از ترس هایی که معمولا این آدم ها میبینیم باهاش مواجه هستن، ترس از رنجیدن، ترس از رنجش هست. برای خیلی از این افراد عشق و علاقه و محبت با احساس رنجش گره خورده، به خاطر اینکه توی دوره کودکی خیلی احتمال داره که اونها والدینی داشتن که وقتی که به اونها ابراز علاقه میکرده، توجه میکرده، بلافاصله یک رفتار خشن، یک رفتار خشمگینانه و یک در واقع انتقاد شدید رو براشون ابراز میکرده، بهشون ابراز میکرده و اینها به نوعی براشون احساس توجه و عشق و محبت گره خورده با احساسهای منفی و رنجیدن و برای همین سعی میکنن که باز از این مسئله دوری کنن، از ابراز کلامی عشق و محبت، نوازش کلامی دوری بکنن و اصولا نوازش کلامی برای اونها با درد و رنج گره خورده. و این که دلیل دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه در مورد افرادی که دوست داشتن رو بلد نیستن این هست که اونها توی یک رابطه عاطفی اصولاً رابطه عاطفی رو به شکلی رقابت ارزیابی میکنن و به جای اینکه به پارتنر عاطفیشون به عنوان یک محبوب، به عنوان فردی که دوستش دارن نگاه بکنن، به عنوان یه رقیب بهش نگاه میکنن. خب این طبیعتاً وجود داره که توی یک فضای رقابت آمیز یک نفر برنده وجود داره و فرد دیگه بازنده خواهد.
و میتونه که این فضا یک فضای غیر دوستانه، یک فضای ویرانگر باشه که عشق و محبتی درش حضور نداره. به خصوص ممکنه که شما به عنوان پارتنر عاطفی اگر که با فردی روبرو باشین که دوست داشتن رو به این علت بلد نیست که فضای رابطه عاطفی رو تبدیل میکنه به یه فضای رقابت آمیز، در صورتی که فردی باشین که مقابله به مثل بکنی، یعنی به نوعی این پیغام رو بهش بدین که اگر به من توجهی نمی کنی، عشق و محبتی رو نشون نمیدی، بنابراین من هم همین کار رو میکنم، قطعا به این وضعیت دامن خواهید زد و همچنان این کشمکش ها ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان اون نقش آزارگر، آزاررسان، در واقع آزارگر، آزار در واقع سادومازوخیستی که ببخشید من فارسیش رو شاید کلمش رو خیلی نتونم به خاطر بسپرم، ولی اون حالت سادومازوخیستی که راجبش توضیح دادم بتونه تجربه بشه توسط شما و دائما یک الگوی آزارگر، آزاررسان، در واقع آزار دیده، آزاررسان در واقع توی رابطه مشاهدش باشیم که اصلا نمیتونه احساس خوبی رو توی رابطه برای شما به وجود بیاره. خب میبینیم توی روابط عاطفی وقتی که با افرادی روبرو هستیم که دوست داشتن رو بلد نیستن، معمولا این رو میتونیم ببینیم که وقتی پارتنر عاطفی اونها از اونها طلب نوازش کلامی میکنه، معمولا متهم میشه به این که خیلی زیاده خواهه، هیچ توجهی براش کفایت نمیکنه، کافی نیست و خب به دنبال این متهم شدن ها احساس های بدی رو باز هم تجربه میکنه که اصلا براش خوشایند نیست. پس احساس خوشبختی رو با فردی که دوست داشتن بلد نیست به سختی نمیشه تجربه کرد، به سختی میشه در واقع احساس خوشبختی رو با چنین فردی تجربه کرد و خب حالا باید چی کار بکنیم اگر که چنین چیزی هست و اگر اون فرد هم حاضر نمیشه که بیاد و کمک بگیره؟ خب یه سری روش هایی وجود داره که شاید بتونه به شما کمک بکنه، از جمله این که شاید ما بتونیم یک الگوی برای این فرد بشیم، که البته باز الگو برای این فرد شدن شرایط خاصی داره. چطوری الگو بشیم برای فرد؟ به این صورت که اگر توی رابطه قرار داریم که اون فرد دوست داشتن رو بلد نیست، ما رفتارهایی رو داشته باشیم که دلمون میخواد از اون فرد ببینیم. برای اینکه بخوایم پاسخی که دلمون میخواد رو دریافت بکنیم، در واقع این رفتارها رو خودمون ایجاد بکنیم و تبدیل بشیم به یه سرمشق و الگو برای اون، تا شاید ما رفتارهایی رو که دلمون میخواد از اون ببینیم. اما خب باید دقت داشته باشیم که تا کجا پیش میریم و آیا دقت کنیم قدمهایی که برمیداریم آیا دریافتی خواهیم داشت یا نه، و دقت کنیم که توی این دهندگی ما چقدر شبیه مادر میشیم برای اون فرد، و اگر داره این اتفاق میفته خب قطعا این روش کارایی نخواهد داشت توی رابطه. پس یکی از روش ها به این شکل خواهد بود. روش دیگه این هست که ما خواسته هامون رو مطرح بکنیم، یعنی مثلا اگر که دلمون میخواد که پارتنرمون اگر غذایی درست میکنیم از ما قدردانی بکنه یا نظرش رو راجع به اون غذا بگه، نظر مثبتش رو ازش بخوایم که این کارو بکنه، ازش بخوایم که بهش بگیم که دوست داریم که حالا که این غذا رو درست کردیم راجع بهش نظر بده یا ازمون تشکر کنه، این رو در موردش باهاش صحبت کنیم، یا اینکه احساس خودمون رو بیان بکنیم. خب خیلی این مسئله اهمیت داره. قطعا اون فردی که دوست داشتن رو بلد نیست شنونده خوبی هم نیست، و فردی که شنونده خوبی نیست برای صمیمیت با ما هم بسیار گارد داره، بسیار مقاومت داره. بنابراین یکی از چیزهایی که خیلی میتونه کمک بکنه اینه که ما راجع به احساسمون حرف بزنیم و
خب این باعث میشه که اگر احساس ناراحتی و عصبانیتی رو داریم تجربه میکنیم، بتونیم در موردش حرف بزنیم و این احساس رو به صورت مستقیم بیان بکنیم. البته منظور ما پرخاشگری نیست، و علاوه بر این کمک میکنه که اون دیواری که اون فرد بین ما، بین در واقع خودش با اون بخش عاطفیش و با ما ایجاد کرده، اون دیوار شکسته بشه و شاید بتونه که اون هم اون ترس ها و اون نگرانی ها و ناامنی ها و اون دیدگاهش به عنوان اینکه فضای رقابت آمیز ببینه مثلا رابطه عاطفی رو، بتونه کنار بگذاره و در واقع یاد بگیره که چطور دوست بداره. خیلی از افرادی که توی روابطی قرار دارن که پارتنر عاطفی اونها دوست داشتن رو بلد نیست، شروع میکنن به تخریب خودشون، شروع میکنن به اینکه از خودشون ایراد بگیرن و حتی خیلی وقتا از اینها میشنویم که باور میکنن که خودشون خصوصیاتی دارن که لیاقت دوست داشته شدن رو ندارن، که خب این میتونه خیلی دردناک باشه و با احساسهای منفی زیادی راجع به خود فرد همراه باشه که توی رابطه عاطفی هم بتونه کشمکش هایی رو میتونه به وجود بیاره. و حالا خیلی از اوقات هم این افراد افسرده هستن توی رابطه عاطفی. خیلی از افراد هم هستن که در واقع رابطه برای اونها میشه همه چیز، رابطه میشه تنها چیزی که ازش انرژی دریافت میکنن. خب اگر که چنین چیزی باشه و اونها با پارتنر عاطفی در ارتباط قرار بگیرن که دوست داشتن رو بلد نباشه، همه چیز رو از دست میدن. یعنی اونها با این فکر که برای جبران عدم موفقیت هاشون توی دنیای خارج از رابطه عاطفی یا برای جبران تنهایی هاشون یا ناکامی هایی که توی زندگی عادیشون تجربه میکنن، دنبال این میگردن که انرژی رو از رابطه عاطفی دریافت بکنن. و حالا که توی رابطه قرار گرفتن با فردی که دوست داشتن رو بلد نیست، بسیار بسیار ناکام میشن. بنابراین اگر که این شیوه زندگی رو دارین که این فرد شده تنها منبع انرژی شما، خب این میتونه اگر که این فرد دوست داشتن رو بلد نباشه خیلی به صورت مضاعف و چند برابر به شما آسیب وارد بکنه. تا وقتی که شما فردی باشین که این انرژی رو از جمع حمایتی دوستانتون دریافت بکنین، یا فردی باشین که شغلی داشته باشید که براتون فیدبک دهنده باشه، بازخورد های مثبتی رو ایجاد بکنه و باعث نشه که تمام دنیای شما بشه این فردی که دوست داشتن رو هم بلد نیست، که اگر اینطور باشه قطعا میتونه بسیار بسیار دردناک باشه و زندگی رو برای شما سخت بکنه. من سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه و عذر میخوام از تأخیری که داشتم و ابتدای برنامه مقدار به سختی شروع کردم، به این علت که قبلش تماس تلفنی داشتم و کمی تمرکزم رو از دست دادم. سپاسگزارم از همراهی شما. اگر سوالی داشتید در خدمتون خواهم بود. میتونید که توی مسنجر برای من پیغام بگذارید یا در واتساپ و تلگرام به شماره 604-818-3071 برای من پیام بگذارید. من در اولین فرصت به شما پاسخ خواهم داد. در صورت که نیاز به جلسات مشاوره چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری دارید، میتونید باز برای من پیغام بگذارید، من شرایط رو خدمتون عرض خواهم کرد. در صورتی که بعضی از دوستان بیمه هایی دارن، بیمه های شغلی یا بیمه های دانشجویی که میتونن از بیمه هاشون استفاده بکنن، باز میتونن با من تماس بگیرن، من شرایط رو خدمتشون عرض خواهم کرد. دوستانی هم هستن که تصادفی براشون اتفاق افتاده، میتونن تحت پوشش ICBC این جلسات رو داشته باشن.
میتونن با من تماس بگیرن، من براشون توضیح خواهم داد به چه صورت خواهد بود، و دوستانی هم هستند که تحت پوشش برنامه سیوب میتونن این خدمات رو دریافت بکنن که باز هم در خدمتشون خواهم بود. میتونید برای تماس با من با شماره 604-818-3071 تماس بگیرید یا برای من پیغام بگذارید. در ضمن تکرار این برنامه در رادیو راه شب بازپخش خواهد شد. ممنونم از همراهی شما. تا هفته آینده همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار شما خوش. خدا نگهدار.